سخنانتون و زننده برای جاهلان علم و دانش از زبان قاری استاد عبدالصمد قاضی زاده. در ادامه با ما باشید. تقصیر این اطفال معصوم چی بود؟ آیا جرم اینها این بود که درس می‌خواندن؟ آیا جرم اینها هزاره بودن و شیعه بودن بود؟ استاد عبدالصمد قاضی زاده از علمای برجسته افغانستان، متولد 1356 در یکی از روستاهای ولایت ایراد. تحصیلات خود را در امان ولایت ایراد به اتمام رسانید. قاری عبدالصمد قاضی زاده مدت کوتاهی می شود. پاسخگو به تمام سوالات دینی مردم می باشد. اخیراً واکنش خود را در مقابل کشته شدن دختران ازاره ما در آموزشگاه گاج ابراز کرده و چنین بیان کرده است. شما چی طور وجدان دارید؟ چی طور دل دارید؟ ای گرگان درنده؟ تقصیر این اطفال معصوم چی بود؟ آیا جرم اینها ازاره بودن؟ و شویه بودن بود؟ و پیامبری که تو ایمان داری؟ حتی اطفال یهود و مسیحیت را عقی کشتنشان را نداری، طفل هندو را حق ضربه زدن را نداری، شایعه که مسلمان است ازاره که مسلمان است برادر و خواهر من تو است، جواب این عمه خونها را کی خواهد داد؟ نه تنها قاری عبدالصمد قاضی زاده، بلکه تمام چهره های سیاسی، فرهنگی، هنری افغانستان بر علیه این عمله انفجاری واکنش نشان داده است. بجز جامعه جهانی که همیشه داد از حقوق بشر میزند، ولی در مقابل این عمه انتحار و انفجارها در افغانستان صدای بلند نمی کند. امروز تمام جهان چشم گوششان به مهسا امینی، دختر ایرانی می باشد. مهسا امینی یک نفر بود، ولی هزاران مهسا در افغانستان کشته می شود. در انتحار و انفجار و خشونت‌های خانوادگی، ولی هیچ صدایی در مقابل این خشونت‌ها در افغانستان بلند نمی‌شود. و هر حال بهشت برین برای گذشتگان و صبر جمیل برای فامیل‌هایشان خواهان هستیم. با امید روزی که صدای انتحار و انفجار در وطن ما نباشد، با امید پیروزی افغانستان، زنده باد وطن ما. شما هم دوستان عزیز نظریات خود را در کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک نمایید. تا درود دیگر، پدرود.